سرخط خبرها. ماکرون تحویل هواپیماهای جنگنده به اوکراین طی چند هفته آینده را رد کرد. هلند: اوکراین برای دریافت جنگنده F-16 به ما درخواست داده است. زلنسکی اعتراف کرد که شخصاً اجرای توافقات مینسک را متوقف کرد. زلنسکی رئیس جمهور بریتانیا شد. و نخست وزیر ایتالیا دعوت از زلنسکی به پاریس را نامناسب خواند. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ماکرون تحویل هواپیماهای جنگنده به اوکراین طی چند هفته آینده را رد کرد. جنگنده های فرانسوی تحت هیچ شرایطی در هفته های آینده به کیف تحویل داده نخواهند شد و این مسئله اکنون یک اولویت نیست. این مسئله را امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بامداد امروز جمعه در نشستی پس از اجلاس سرانه اتحادیه اروپا که موضوع اصلی آن سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود بیان کرد. وی گفت تحویل جنگنده در اولویت قرار ندارد. این چیزی نیست که ارتش اوکراین اکنون به آن نیاز مبرم داشته باشد. تحت هیچ شرایطی نمیتوان جنگنده ها را طی چند هفته آینده به کیف تحویل داد. هلند: اوکراین برای دریافت جنگنده F-16 به ما درخواست داده است. کایسا آلانگرن وزیر دفاع هلند اعلام کرد که اوکراین درخواستی برای تامین جنگنده‌های F-16 به مقامات این کشور ارسال کرده است. وزیر دفاع گفت اوکراین واقعا برای انتقال جنگنده از ما کمک خواسته است. البته این موضوع بسیار پیچیده است. ما باید در مورد در دسترس بودن F-16 با آمریکایی‌ها و سایر متحدان خود صحبت کنیم. همچنان باید عواقب چنین تصمیم گیری را به دقت بررسی کنیم. این روند نمیتواند به این زودی اتفاق بیفتد و ما باید در مورد آن صادق باشیم. به گفته اولنگرن، نظامیان اوکراینی باید آموزش‌های مناسبی را طی کند. علاوه بر این، ایالات متحده هم باید به عنوان کشور مبدأ موافقت خود با تحویل جنگنده‌ها را اعلام کند. با این حال، وزیر دفاع هلند در دراز مدت مسلح کردن ارتش اوکراین به جنگنده‌های F-16 را رد نکرد. او گفت این کشور قطعاً هرگز نمی‌تواند جت‌های جنگنده روسی را که در گذشته استفاده می‌کرده خریداری کند و به جنگنده نیاز دارد. ارتش هلند در حال حاضر دارای 10 فروند جنگنده F-16 است که به تدریج در حال جایگزینی آنها با F-35 های پیشرفته است. زلنسکی اعتراف کرد که شخصا اجرای توافقات مینسک را متوقف کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعتراف کرد که خودش روند اجرای توافقات مینسک را متوقف کرده و از ابتدا قصد نداشت به آنها عمل کند. وی این موضوع را در مصاحبه با مجله اشپیگل فاش کرد. زلنسکی گفت که قبلا در خصوص موضع‌گیری خود با آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان و امانوئل ماکرون همسایه فرانسوی خود صحبت کرده بود که نمیتواند آن را عمل کند. وی مدعی شد که همین موضوع را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته بود. زلنسکی گفت من به پوتین همون چیزی را گفتم که به طرف‌های اروپایی گفته بودم. رهبر اوکراین تصریح کرد که گفتگو با پوتین در نشستی در قالب نورماندی در سال 2019 انجام شد و خود توافقات فقط برای تبادل اسیران جنگی مورد استفاده قرار گرفت. آنگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان در ماه دسامبر سال گذشته برای نخستین بار اعتراف کرد که همه کشورهای شرکت کننده در توافقنامه مینسک از همان ابتدا می‌دانستند که درگیری در اوکراین فقط به حالت تعلیق درآمده و خود مشکل حل نشده و توافقات مینسک برای دستیابی به زمان کافی برای تقویت ارتش اوکراین بود. به دنبال مرکل، بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس نیز اعتراف کرد که گروه مذاکرات نورماندی درباره اوکراین تنها یک ترفند سیاسی بود. پیتر پوروشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین نیز پس از آن تایید کرد که به لطف توافقنامه‌های مینسک کیف 8 سال به منظور احیای ارتش و اقتصاد این کشور زمان اضافی پیدا کرد. زلنسکی رئیس جمهور بریتانیا شد. شبکه تلویزیونی تیوی اینفو لهستان در اشتباهی عجیب عنوان ولادیمیر زلنسکی را رئیس جمهور بریتانیا بیان کرد. آنتون گراشنکو مشاور وزیر کشور اوکراین تصویری از این پخش تلویزیونی را در حساب کاربری خود منتشر کرد. نخست وزیر ایتالیا دعوت از زلنسکی به پاریس را نامناسب خواند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا ابراز عقیده کرد که دعوت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای سفر به پاریس توسط امانوئل ماکرون رهبر فرانسه اقدامی نامناسب بود. به گزارش خبرگزاری اسکای نیوز، رئیس دولت ایتالیا معتقد است که این پیشنهاد ناقض اصل وحدت و انسجام کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و بدون هماهنگی با سایر اعضا انجام شد. خانم ملونی در حاشیه اجلاس سرانه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت من مسائل سیاسی داخلی را درک می‌کنم، اما موقعیت‌هایی وجود دارد که حمایت از افکار عمومی داخلی این خطر را به دنبال دارد که آرمان کلی و برخی اصول نقض شود و به نظر من این یکی از آن موارد است.
ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.